حمد و ستایش لایق الله تعالی هست، خدایی که رب السماوات والارض رب العالمین، پروردگار آسمان هاست، پروردگار زمین هست، پروردگار جهانیان هست. وله الکبریاء فی السماوات والارض، و خاص برای الله تعالی هست بزرگی در آسمان ها و زمین، و هو العزیز الحکیم. این الله است که عزیز بر همه قدرت ها، غالب هست و حکیم هست. خداوند متعال خود را در این آیات به عنوان رب معرفی می کند، یعنی از آسمان ها و زمین الله تعالی یاد می کند که این آسمان ها را من درست کردم، رب اینها من هستم، و زمین را هم خداوند متعال می فرماید ربش منم، رب العالمین هست. الان چه زمین، چه آسمان هست، چه سایر مخلوقات، هم همه متعلق به الله تعالی هستند. ذره ذره اونها را رب العالمین نظم داده هست، ترتیب داده هست، به وجود آورده هست، نگهشان می دارد، حفاظتشان می کند. و کسی در خلقت آسمان ها و زمین، در خلقت کائنات، در خلقت عالمین دخالتی ندارد، در حفاظت اینها هم دخالتی ندارد، در رشد و ترقی و نبوّ عالمین هم کسی دخالتی ندارد. حکومت رب العالمین بگونه ای هست که هیچ کس توان به اصطلاح توان شرکت در اون حکومت را ندارد، چون قدرتشان نمی رسد، قدرت مخلوق به پادشاهی الله تعالی نمی رسه، اونقدر عاجزند مخلوق که در مسیر راه مانده هند. علم روز شاید ما را به کره ما برساند، به مخلوقات الله تعالی برساند، اما اینکه کسی بیاید مخلوق الله تعالی را بگونه ای دیگر خلقتش بکند و بیافرینش و تغییرش بدهد، نظم الهی که در کائنات، در جهانیان، در ذره ذره مخلوقات رب العالمین گذشته، اونها را به هم بزند و بگونه ای دیگر بر اونها حاکم بشود. به عنوان مثال رب العالمین خورشید را نظمی داده هست که صبح طلوع کند، غروب کند و پنهان بشود، صبح آشکار بشه، نور بدهد، گرما بدهد، و غروب پنهان بشود، نورش پنهان بشه، گرمایش پنهان بشه، ظلمت شب حاکم بشود، که در طلوع خورشید یک خیر و برکتی هست، در غروب خورشید خیر و برکتی دیگری هست. گاهی زمان تلاش و کاره، گاهی زمان استراحت و آرامش مخلوق هست. و الله تعالی حکومت خود را معرفی میکنه تا کسانی که صاحبان حکومتن، صاحبان قدرتن و خود را عددی می شمارن بدانند که در مقابل حکومت الله تعالی چقدر ضعیف و ناتوانند، چقدر به اصطلاح زبونند که قدرتشان به حکومت الله تعالی نمی رسه.